آرش آزرمی همکارم و دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا همراه ماست آرش در مورد این جایزه اهمیت اعطای اون به حوزه اقتصاد سیاسی بیشتر برامون توضیح میدی اسم عجم اغلو و همکارانش بارها در سالیان اخیر به عنوان کسانی که گمان زنی میشد که جایزه نوبل اقتصاد ببرن مطرح شده بود با توجه به اهمیت مطالعات اونها در مورد پیشرفت ملل کتاب خیلی معروف اونها که در ایران هم ترجمه شده چرا ملت ها شکست میخورند Why Nations Fail خب در ایران بسیار کتاب پر بوده پر بازدیدی بوده بسیاری از نکاتی که در اون مطرح شده بارها در واقع فعالین سیاسی و فعالین اقتصادی به اون اشاره کردند که چرا کشورهای مختلف در این در واقع دستیابی به رفاه برای مردمشون در درجات متفاوتی قرار دارند رابطه حکومت و مردم در واقع در دستور کار اونها بوده در کتاب راه باریک و آزادی که اون هم کتابی است که در ایران چاپ شده بسیار پر بیننده بوده در مجموع مطالعات اجم اغلو و حالا این دو همکارانش که با هم چندین همکاری رو داشتن در کتاب های مختلف نشون میده که نقش نهادهای در واقع اینستیتوشن و نهادهایی که در اقتصاد ایجاد میشن و در واقع ساختار اقتصاد سیاسی چقدر میتونه بر رشد اقتصادی و رفاه تاثیرگذار باشه و همچنین رابطه حکومت و مردم یعنی نقش دموکراتیک بودن حکومت ها وجود نهادهای دموکراتیک رسانه های آزاد و تمامی این موارد بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه رو بررسی کردن در مطالعاتشون و در واقع سیر تاریخی کشورهای مختلف رو هم بررسی کردن از هزار، شاید هزار سال قبل از روم باستان در یکی از کتاب ها شروع میکنن و میان و نتیجه گیریشون این هست که این رابطه بین حکومت و مردم و وجود نهاد های سیاسی در اقتصاد و کارایی اونها و حاکمیت قانون از تأثیر گذار هست بر رفاه و توسعه اقتصادی کشور پرش با عجم در مورد جنبش محصا مصاحبه داشتیم در مورد اون توضیح میدید؟ بله ما به عنوان اولین رسانه تصویری فارسی زبان دو بار در واقع با ایشون صحبت کردیم بار اول بعد از حمله در واقع حکومت به و بسیجی ها به دانشگاه سنتی شریف بود که ایشون از دانشجویان صنعتی شریف حمایت خودش رو اعلام کرده بود درخواست مصاحبه ای دادیم و تونستیم با ایشون صحبت بکنیم نکات بسیار جالبی رو در مورد ایران ایشون میدونست رابطه ی حکومت و مردم در ایران اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتور هست به پایان راه رسیده اینها نکاتی است که در اون مصاحبه مطرح کرد دومین بار هم بعد از در واقع اعتصاب قضای فرهاد میسمی فکر کنم فعال سیاسی و فعال مدنی که اون کتاب راه که آزادی رو در دست گرفته بود باز هم از ایشون تقاضای مصاحبه کردیم و باز هم تونستیم با ایشون صحبت بکنیم در اون مصاحبه عملا ایشون گفت ما وارد آغاز پایان جمهوری اسلامی شدیم حکرانی در جمهوری اسلامی به بنبست رسیده به دلیل فساد ساختاری به دلیل دیکتاتوری و عملا این راهی که داره پیش میره حکرانی تمام شده هست حکرانی جمهوری اسلامی و فقط با زور داره در واقع مردم رو سرکوب میکنه و بر قدرت باقی موند ممنون است همکارمون آرش آذرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال